سلامی گرم و صمیمانه دارم به همه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. با برنامه حقیقت زنده در خدمت شما هستیم. چندین قسمت از این برنامه تا به حال از تلویزیون پخش شده. برای عزیزانی که اولین بار این برنامه رو تماشا میکنن، برنامه حقیقت زنده سعی کرده در این قسمت‌هایی که پخش شده به صورت ساده و نه خیلی پیچیده به شواهد تاریخی رستاخیز مسیح بپردازه. من جواهر هستم همراه با همسرم پیمان. برای دقایقی که در پیشه با این برنامه در خدمت شما هستیم. پیمان جان. بله خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، دوستان و همراهان و کسانی که از امروز همراه ما هستند. امیدوارم هر جایی که هستید شاد و خوش و سربلند باشید و در این رابطه تلویزیونی، این رابطه تصویری و صدایی که داریم با همدیگه میگیریم بتونیم به همدیگه کمک بکنیم و به عنوان انسان‌ها، هم نوعان و قوم و خیشان، قوم و خیشانی که ایرانی نامیده میشیم، فارسی زبان نامیده میشیم یا برحال مردمی که از اون منطقه میاییم و از یک جا هستیم بتونیم در جهت پیشرفت هم دیگه بتونیم به هم دیگه کمک هایی بکنیم. در این که همینطور خواهد بود. بله. در این رابطه خب در این راستا ما این برنامه رو تهیه کردیم و در خدمتتون هستیم با این برنامه که حقیقت زنده نامیده میشه. حقیقت زنده در واقع به پایه و اساس مسیحیت یعنی رستاخیز نهایتاً میپردازه با استفاده از شواهد تاریخی و حقوقی برای اینکه نشون بده که رستاخیز مسیح حقیقتاً موضوعی بوده که در بعد تاریخ اتفاق افتاده و آنچه که در مورد مسیح گفته میشه حقیقتاً همون چیزیه که در کتاب عهد جدید به نگارش در اومده و از پیش هم طی هزار سال، بیش از هزار سال در کتاب عهد قدیم به عنوان نشانه ها ثبت شده بود. در این رابطه دعوت کردیم از عزیزانمون که علارغم هر پیش ذهنیت یا هر چیزی که از کودکی به عنوان عادت از محیط اطراف شنیدیم همه اینها رو کنار بذاریم و یک بار با ذهن باز و بدون پیش ذهنیت ها به این موضوع بپردازیم و ببینیم که آیا آفریدگار ما، خدای ما که میگه حق را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد، آیا حقیقتی رو برای ما در نظر داره و آیا واقعا حقیقتی رو به ما یاد خواهد داد که اون حقیقت ما رو آزاد بکنه؟ چون وقتی که صحبت از آزادی میکنیم، آزادی یک مقوله بیرونی نیست، آنچنان که خوشبختی و یا هر چیزی که بسیاری مقولات دیگه، اینها یک سری ماهیتاً یک سری مقولات بیرونی نیستن. آزادی یک موضوع بیرونی نیست، بلکه یک موضوع درونیه و ما حداقل به عنوان کسانی که سالهاست با این مقوله سر و کار داریم و در موردش صحبت میکنیم، بسیاری از ماها به این نتیجه رسیدیم که دگرگونی ها میباید از درون صورت بگیره و اگر صحبت از آزادی هست و خداوند صحبت از شناخت حقیقتی که انسان را آزاد میکنه با ما داره، این حقیقت میباید بتونه این قدرت رو داشته باشه که ما را از درون آزاد بکنه. در این راستا ما در خدمت شما هستیم و در این رابطه این برنامه رو تهیه کردیم. توی این مدت به شواهد تاریخی پرداختیم، از جمله آخرین بار به موضوع زندگی و زندگی دگرگونی و زندگی پولس رسول پرداختیم که بزرگترین اشاعه دهنده بشارت عهد جدید بود برای ملت‌های دیگه و در واقع مسیحیت جهان به گونه‌ای مرهون کاریه که پولس کرد. و این پولس کسی بود که از پیش انسانی بود درست بر ضد پیام مسیح و مسیحیت و یک یهودی خشک مذهب و شریعتگرا بود، اما در جایی که ما خوندیم در موردش دچار دگرگونی شد و اگر ما بپذیریم و بعد از اون 25 سال زندگی خودش رو صرف معرفی نجات خداوند توسط مسیح کرد و نهایتاً جان خودش رو هم در این راه داد. 25 سال مدت زمان خیلی زیادی بود که پولس هم بخواد تجدید نظر بکنه اگر به اشتباه به این راه اومده بود.
اما 25 سال عمرشو گذاشت و به چه دلیل؟ به دلیل اینکه گفت مسیح خداوند رو ملاقات کردم، مسیح رستاخیز کرده از مردگان بلند شدن رو ملاقات کردم، و این بود که درش دگرگونی به وجود آورد و به این دلیل قابل بررسی بود. اگر بخوایم بپذیریم که 25 سال پولس از اون لحظه زندگیش رو صرف بشارت مژده انجیل کرد، باید بپذیریم پس مسیح هم از مردگان برخاست، چون جز این نمیتونست دلیل دیگه‌ای وجود داشته باشه که پولس رو به چنین فردی تبدیل بکنه. اما به لحاظ مصلوب شدن مسیح، گفتیم که مسیح حقیقتاً مصلوب شد، این رو به لحاظ تاریخی بررسی کردیم و گفتیم که نمیتونست به غیر از این باشه. حتی یهود هم اینو انکار نمی کنن، چون بیشترین مشکل برای یهود امروز اینه که در میان یهودیان مسیح به صلیب کشیده شد و یهودیان هم، یعنی اگر این اتفاق واقعا نیفتاده بود، چون ما میدونیم که یهود مسیحیت رو نپذیرفت، پیام مسیح رو نپذیرفت، یهودیتی که امروز وجود داره خب همون یهودیتی که دیروز بود و پیام مسیح رو نپذیرفت و مسیح در میان اینها به صلیب کشیده شد. پس اگر ضرری برای کسی می داشت که میخواست این موضوع رو انکار بکنه، در میان یهودیان با دلایل مختلف میباید موضوع مصلوب شدن مسیح رو مطرح میکردن، کما اینکه ما میبینیم، ولی میبینیم که اینطور نیست. اما مسیحیان نجات دهنده بودن مسیح رو، یهودیان نجات دهنده بودن مسیح رو انکار میکنن در واقع، و نه مصلوب شدن مسیح. منظورت از نجات دهنده بودن آیا اشارت بازم به رستاخیز مسیحه؟ که آیا یهودیان در واقع عیسی رو به عنوان اون مسیح موعود نمیشناسن و باور هم ندارن که رستاخیز کرده؟ بله، باور هم ندارن که رستاخیز کرده، در این حال دلیلی هم نمیارن، دلیلی هم ندارن برای اینکه بگن پس سرنوشت مسیح چی شد، پس اون چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه مسیح مصلوب شد، پس بعد از اون چه اتفاقی افتاد. ما میخواییم امروز به این موضوع بپردازیم. پس از این مقوله که مسیح اساساً به صلیب کشیده نشد، ما از این موضوع میگذریم به دلیل اینکه این عقیده صرفاً بر پایه یک سری ذهنیات و نظریات شخصی و تعصباته و نه بر پایه استدلالات تاریخی. و جدای از اون صحبت هم کردیم و به این هم اشاره کردیم که شاهدانی بودن که همه ادعا و شهادت بر این دادن که عیسی مسیح به صلیب رفت. یعنی چیزی نیست که یک گزارش تاریخی اشتباه و غلط بوده باشه. نمیتونست بوده باشه. ما مطابق همون چیزی که اسناد تاریخی دیگه بررسی میشن، بر همون پایه به این موضوع نگاه کردیم، بررسی کردیم و از این موضوع گذشتیم، چون تحقیقات متخصصین و دانشمندان اینو نشون میده که همه چیز اونطور که در انجیل نوشته شده حقیقتاً اتفاق افتاده و مسیح به صلیب کشیده شد. بله، خب قبل از اینکه ادامه صحبتمون رو داشته باشیم، ما میریم که یک استراحت کوتاه داشته باشیم و تا چند لحظه دیگه برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. خب عزیزان، به استودیو برمیگردیم و با ادامه صحبتمون. بله، پرداختیم به موضوع پولس و حالا به لحاظ منطقی و تاریخی مطابق اسناد میخواییم نگاه بکنیم ببینیم که موضوع مصلوب شدن مسیح و در قبر قرار گرفتنش، این ماجرا به چه صورت انجام گرفت و به چه ترتیب به پیش رفت. اولا که ما به این موضوع باید اشاره بکنیم که یا رستاخیز مسیح موضوعی بود
حقیقی که اگر حقیقت باشه بزرگترین حقیقت تاریخه و اگر حقیقت نبوده باشه بزرگترین هیله تاریخ میتونه محسوب بشه. پس این موضوع رو میباید که با این اهمیت بهش بپردازیم و با این دقت بهش بپردازیم. آیا دلایل کافی وجود داره به لحاظ تاریخی؟ موضوعی که تا به امروز دنبال کردیم و امروز موضوع تدفین مسیح، جسد مسیح رو دنبال میکنیم در همین راستا. مسیح چطور دفن شد؟ حالا دفن شدن ما میگیم دفن شدن چون توی خاک میذاریم، ولی در اون دوره قبرها فرق میکرد، موضوع حداقل توی اون منطقه فرق میکرد. اینا رو به لحاظ احترامی که میذاشتن خب خاک نمیکردن، حالا احتمالاً به خاطر احترامی که میذاشتن، و بعد توی غارهایی توی یه سوراخهایی توی کوه میذاشتن و بعد سنگی رو درش میغلتوندن. کلاً فرم قبرهای اون موقع این چیزی نبود که امروز ما چون فرمای مختلف وجود داره، خب بعضی جاها جسد رو میسوزونن، بعضی جاها جسد رو به آب میسپارن، بعضی جاها بسته به منطقه و رسم و رسومی که وجود داره. مسئله اینه که مسیح پیش از صعودش بنا به ادعا 40 روز بر مردم، بر شاگردان ظاهر میشد، بین شاگردان بود و بعد در حضور همین شاگردان، جلوی چشم همین شاگردان بیش از 500 نفر بنا به گزارش تاریخ به آسمان برده شد و این موجب گسترش مسیحیت در تمام سطح اروپا و این جاهایی هست که الان مسیحیت رو میبینیم و به نام مناطق مسیحی به هر صورت الان معروف هستن. اما بر اساس آداب اون موقع چطور خاک شد مسیح؟ جسد مسیح رو در یک قبر خالی که به صورت یک حفره است قرار دادن، حفره در دل کوه یا غار حالا، و بعد یه سنگ دو تنی که با کمک دیلم حرکتش میدن جلوی در قبر گذاشتن. 2000 کیلو دو تن. و بعد اون کسانی که از قبر محافظت میکردن سربازان رومی بودن. سربازان رومی رو ما امروز میتونیم مثلا خیلی از این فیلم های جنگ جهانی دوم میبینیم که مثلا اون ارتش نازی با چه نظم و با چه دقتی کار میکنه و درست مثل ماشین میمونن و از دستور سرپیچی نمیکنن و چه مجازات هایی وجود داره میتونیم با اون مقایسه بکنیم. ارتش رومی یک چنین ارتشی بود و نگهبانانش به اون سیستم، به این سیستم نگهبانی میدادن، یعنی با دقت خیلی زیاد و مجازات های عجیب و غریبی برای ترک پست و یا کارهای این چنینی، خطراتی که بر صورت به وجود می اومد سر پستی که کسی نگهبانش بود وجود داشت. در قبر رو محافظین مهر کرده بودن، مهر و موم کرده بودن، برای اینکه موضوع خیلی حساس بود. مسیح گفته بود روز سوم قیام خواهد کرد و اگر این اتفاق می افتاد تمام اون کسانی که مسیح رو محکوم کرده بودن در واقع به ناحق بودنشون مشخص می شد و محکوم می شدن. بنابراین خب جنجالی بود بر سر این موضوع و همه منتظر بودن ببینن که این ادعاهایی که مسیح کرد بالاخره به کجا انجامید و چطور شد. بنابراین این قبر به خاطر حساسیت هایی که وجود داشت مهر و موم شد. یعنی حتی ترسیده بودن اون کسانی که مسیح رو مصلوب کردن، بازم اونقدر ترسیده بودن که سرباز گذاشتن اونجا و که مراقب قبر باشه. دقیقاً هم مهر و موم شده بود و هم نگهبانان رومی اونجا گذاشته شده بودن به خاطر مسائلی که به وجود اومده بود. به هر حال موضوع شورش ها بود، موضوع تغییرات اجتماعی بود که در اثر اومدن مسیح، پیام مسیح و رفتن مسیح، مصلوب شدنش به وجود اومده بود و موضوع خیلی حساسی بود. همه اینها وجود داشت و اگر این قبر خالی می بود مجازات های سنگینی حداقل برای نگهبانان داشت، یعنی نگهبانان به خاطر خودشون هم که شده بود امکان نداشت که بذارن جسد برده بشه و یا هر اتفاق دیگه. اما با تمام این کارهایی که کردن قبر مسیح خالی بود روز سوم. مطابق گزارشات انجیل، گزارشات عهد جدید، قبر مسیح روز سوم خالی بود. شاگردان رفتن سر قبر،
رفتن اونجا نگاه کردن و دیدن که قبر خالیه و جسد نیست. و وقتی که پولس میگه که به بیش از 500 نفر در حضور چشمان بیش از 500 نفر به آسمان برده شد، همزمان که پولس داره این حرفو میزنه اون 500 نفر زنده هستن و میتونن شهادت بدن. و اگر پولس اینو بی اساس بگه، خب اون تعداد آدم ما اگر بیاریم در امروز قرار بدیم همین مسئله رو، میبینیم که این کار ساده نیست. نمیتونه کسی چنین ادعایی بکنه در حالی که 500 نفر آدم شاهد، اگر بخوام بر ضد اون چیزی که داره گفته میشه شهادت بدن. اگر همه شواهد، دلایل و اون چه که پیشرفت‌های باستان شناسی به دست آورده به عنوان کتیبه ها، به عنوان نوشته ها، اسنادی که به دست اومده بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، دقیقاً میباید که تایید بکنیم که قبر مسیح بعد از اینکه اون رو به اونجا گذاشتن 3 روز بعدش خالی بود. آیا میشه دلایلی آورد و یا خالی بودن قبر مسیح رو توجیه کرد که حتی ممکنه عوامل طبیعی دست داشته؟ حالا اشاره کردی به اینکه سربازایی که اونجا بودن خیلی دقیق بودن و امکان اینکه چیزی از زیر چشم اونها عبور کنه و اونها ندیده باشن تقریبا غیر ممکن بوده، چون نمیتونیم به این اشاره کنیم که خب ممکنه اومدن چندین نفر و این سنگ سنگین رو، سنگ 2000 کیلویی رو تکون دادن. خب بعد اینجا نمیتونه اینطور باشه به دلیل اینکه اولا که اون 18 مورد خطا وجود داشت، اینا ثبت شده است که طبق قوانین رومی برای نگهبان مجازات مرگ در بر داشت و یکی از اینها همین ترک پست بود. یعنی اگر که این نگهبانا میخواستن که چنین اهمال ورزی بکنن، مجازاتشون مرگ بود. بنابراین درست. به خاطر خودشون هم که شده بود همچین کاری رو نمیکردن. خب حالا ولی حالا با دونستن این که اصلا امکان این وجود نداشته که خطای سربازها صورت گرفته باشه و کسانی تونسته باشن جسد مسیح رو دزدیده باشن، حالا این رد میشه. ولی آیا میتونه عواملی باشه که دیگران فکر کنن خیلی خب این غیر ممکن بوده، ولی ممکنه عوامل طبیعی دیگه ای صورت گرفته باشه؟ میشه همچین چیزهایی به وجود اومده؟ بله، این نظریات، این فرضیه‌ها هست و همه اینا مورد بررسی قرار گرفته و ما میپردازیم بهشون. اما مسیحیان معتقدن که مسیح با قدرتی مافوق اون چیزی که ما قدرت طبیعی مینامیم، فوق این قدرت طبیعی، توسط قدرتی مافوق طبیعی از مردگان برخاست، مطابق همون چیزی که خودش پیش از مصلوب شدن گفت و مطابق اون چیزی که پیشاپیش پیشگویی شده بود طی هزار سال که مکتوب شد، طی هزار سال مکتوب شد، ولی بیش از هزار سال نشانه های مسیح گفته شده بود و اینا رو هم ما بهشون خواهیم پرداخت. پس بعد از یک استراحت کوتاه عزیزان، ما میایم که به ادامه این بررسی و تحقیقمون بپردازیم. تا چند لحظه دیگه. عزیزان به صحبتمون ادامه میدیم پیرامون اینکه مسیح با قدرت مافوق طبیعی خودش این از مردگان در واقع برخاست. پیمان جان، پذیرش و عدم پذیرش این مسئله مسلماً که یه نتایجی رو در بر داره و میدونیم که پذیرشش هم مشکله. ما بله. همین رو تجربه کردیم و میدونیم که برای خیلی از عزیزان هم این مسئله که بپذیرن چنین چیزی رو مشکل خواهد بود. ولی عدم پذیرشش چطور؟ آیا اون مشکل تره؟ چطور میتونیم این دوتا رو کنار هم بذاریم در واقع؟ با توجه به دلایلی که وجود داره، اسنادی که وجود داره، پذیرش این موضوع بسیار ساده تر از رد کردنشه. یعنی میخواه بگی که عدم پذیرش دشوارتره و مشکلات بیشتری رو به وجود میاره. دلایل بیشتری لازمه. یعنی
خب شما یه موضوعی رو اثبات میکنی با توجه به اسنادی که وجود داره. دلایل اینقدر به لحاظ تاریخی مشخص شده هستن که رد کردنشون به مراتب به دلایل بیشتری نیاز داره. خب طبیعیه که اگر ما موضوع رو خیلی سطحی بهش نگاه بکنیم و نخواهیم وارد جزئیات بشیم به نتیجه هم نخواهیم رسید. ولی همیشه اینطوره که کسانی که وارد جزئیات میشن اونا هستن که میتونن به نتایج مطلوب برسن. در طول تاریخ هم ما گفتیم بارها، فکر میکنم که توی همین برنامه گفتیم، تمام پیشرفت‌های بشر در واقع مرهون کسانیه که وارد جزئیات شدن و از اون چیزی که در اطرافشون دائم شنیدن به عنوان عادت استفاده نکردن، بلکه با استفاده از قدرت اندیشه و تحلیلی که داشتن وارد جزئیات شدن و نتایج به دست آوردن. دنیای اون بخش از دنیایی که ما پیشرفته مینامیم، اون بخش پیشرفتش، منظورمون همه اون، منظورمون یه منطقه جغرافیایی نیست، بلکه اون جاهایی که پیشرفتایی میبینیم، میبینیم که از این روش استفاده شده. ما هم همون روشایی رو که اونا استفاده کردن و به نتیجه رسیدن در مورد همه مسائل دیگه، در مورد باستان شناسی، در مورد تاریخ، اون روش ها رو به کار میدیم. و واقعیت اینه که دانشمندانی که روش ها رو به کار گرفتن و به نتایج خوب رسیدن، به نتایج درست رسیدن، خب اینا بی‌طرفانه برخورد کردن، اینا حرفه خودشون رو دنبال کردن. حالا اگر بعد از این که دنبال کردن و به نتیجه رسیدن، مطابق علمی که داشتن، حرفه ای که داشتن، این باعث شد که به لحاظ روحانی رو موضوع رو دنبال بکنن و در مسیح اون نجات رو پیدا بکنن، خب اون مسئله دیگه ای. اما نظریات مختلفی وجود داره، از جمله این که قبر اشتباه گرفته شده، چون انکار نمی کنن که مسیح بر صلیب شد و قبر شد، ولی اینکه چه اتفاقی افتاد، یه نظریه هست که میگه شاگردان به سر قبر اشتباهی رفتن که دیدن اون قبر خالیه. یعنی قبر مسیح نبود. قبر مسیح نبود. قبر دیگه خالی بوده. دقیقاً. قبر دیگه‌ای بود که اون قبر خالی بود. در این صورت ما چند مورد رو باید بپذیریم. یکی این که هم یهودیانی که خیلی حساس بودن به این موضوع، اونا هم دوچار مشکل شدن، رهبران یهودی، یعنی قبر اونا هم اشتباه گرفتن. دوم اینکه رومی ها هم اشتباه گرفتن قبر رو، و اینا با توجه به حساسیت موضوع خیلی دور از ذهنه، نه تنها شاگردان بلکه رومی ها و خود نگهبان ها هم اشتباه کردن، اشتباهی نگهبانی میدادن یا اصلا اشتباه گرفتن. حالا ما بیایم اینو امروز تجسم بکنیم و تصور بکنیم، ببینیم اصلا چنین چیزی ممکنه یا نه. و در اون صورت اگر هم چنین می بود، خب باید رومی ها یا یهودی ها بعدن قبر درست رو نشون میدادن و بعد جسد رو می اومدن تحویل میدادن و برای همیشه پرونده مسیحیت در این صورت بسته میشد و امروز دیگه چنین چیزی اصلا وجود نمی داشت. ولی می بینیم که بعد از اون هم این اتفاق نیفتاد. نمیتونیم بگیم که شاگردان دچار توهم شده بودن، یعنی رستاخیز مسیح توهم بود، به دلیل اینکه علارغم اون تعریفی که به لحاظ روانشناسی از توهم وجود داره، حتی نمیتونیم بگیم دچار توهم بودن، به خاطر موقعیت روانی شاگردان که ما میدونیم اینا انسانهای عاقلی بودن، انسانهای درستی بودن و در هیچ جا چنین چیزی ثبت نشده که اینا دچار مشکل بودن به لحاظ روانی، از سلامتی فکری و روانی و به لحاظ تاریخی هم نمیتونیم چنین چیزی رو بگیم، چون صرفا مسئله شاگردان بود، بلکه خیلی های دیگه هم بودن، همونایی که شاگردا ایستادن و گفتن شما خودتون شاهد بودین، اونا هم هستن. و گذشته از این، وقتی که همه این شاگردان میبینی که به رستاخیز مسیح شهادت میدن، بعد خب این سوال پیش میاد چطور میشه اینا اینقدر با هم هماهنگن؟ اگر دچار توهم بودن چقدر با هم سرسختانه همکاری کردن؟ این برمیگرده به اون تعریف روانشناسانه از توهم. بله.
یعنی وقتی که اگر به لحاظ روانشناسی بیایم دیگه نمیتونیم بگیم که این توهم بین همه اینا درست به یکسان و اینا با هم دیگه اصلا به طور کلی نمیشه، یعنی درست برعکسش خیلی راحت تره که بپذیریم رستاخیز بود، حتی زنده شدن مرده خیلی راحت تره تا اینکه بخوایم بگیم سربازان رومی، نگهبانان رومی، کاهنان یهودی، همه اینا و رومی ها، مسئولان یهودی، همه اینا اشتباه کردن. خب خیلی راحت تره که بخوایم بگیم مرده زنده شد. بله. کما اینکه امروز هم بعضی جاها شاهد چنین موضوعی هستیم، این زیاد دور از ذهن نیست. به این ترتیب فرضیه اشتباهی رفتن قبل به طور کلی مردود شمرده شد مطابق تحقیقاتی که کردن. یه فرضیه دیگه وجود داشت و اون اینکه مسیح بر صلیب نمرد بلکه بیهوش شد. این علارغم تمام اون دقتیه که وقتی که شخصی رو بر صلیب می‌کردن و مطمئن می‌شدن مرده، علارغم اون این فرضیه مطرحه که مسیح بر صلیب، چون ما می‌دونیم وقتی که کسی رو بر صلیب می‌کردن مطمئن می‌شدن که این مرده، حتی ساق پاهاشو می‌شکستن برای اینکه در اثر درد و رنج سریع‌تر بمیره، چون نمیتونست روی پاش فشار بیاره که بخواد نفس بکشه، ول میشد و این قفسه سینه‌اش باعث میشد که گرفتگی توی قفسه سینه‌اش باعث میشد که نتونه نفس بکشه و سریع‌تر میمرد. ضمن اینکه طبق گزارش اون سربازی که بغل مسیح ایستاده بود برای اینکه مطمئن بشن که مرده، از این روش استفاده میکردن، با نیزه میزدن و اگر آب و خون جاری میشد اون وقت مطمئن میشدن که مرده. بله. کسی که بر صلیبه، و برای مسیح همین اتفاق افتاد. علارغم همه اینا اگر فرض بکنیم که مسیح بیهوش شده بود، پس باید بپذیریم ولی تا دم مرگ رفته بود. خب حالا مسئله اینجاست که اگر مسیح به این وضعیت و بعدش حالش خوب شد، زنده شد، در واقع حالا نمرده بود ولی میگیم به هوش اومد و رفت بین شاگردا، خب چنین کسی اصلا این آنچنان حال نزاری داره و احتیاج داره به مراقبت، احتیاج به پرستاری داره، به پانسمان شدن، چنین قدرتی رو نداره که بخواد بین اون شاگردان ظاهر بشه و تازه اون شاگردان با دیدنش آنچنان قدرت بگیرن که برن و به رستاخیز مسیح شهادت بدن و آنچنان امید بگیرن که تا به امروز مسیحیت رو این چنین گسترش بدن. دقیقاً. چنین چیزی به طور کلی نمیتونه باشه. خب متاسفانه عزیزان وقت برنامه ما اینجا به پایان میرسه، ولی صحبت‌های ما نه. هر جای دنیا که هستید شما رو به دستان قادر مطلق پرتوان میسپاریم، دوستتون داریم و تا برنامه دیگه خدا نگهدار. خدا نگهدار همین.